همراهان گرامی، خوش آمدید به برنامه دیگری از خیزش اجتماعی ژن ژیان آزادی. طی سالیان اخیر مشارکت زنان در جنبش های محیط زیستی در آرشالات کردستان ایران از یک سو توجه پژوهشگران جنبش های اجتماعی را به سوی خود جذب کرده است و از سوی دیگر علاوه بر ابعاد سیاسی آن به طرح پرسش هایی در رابطه با پیوند هویت، سرزمین و عدالت توضیحی منجر شده است. با این وجود پیشینه جنبش های عدالت زیست محیطی که در دهه 1980 از آمریکا آغاز شده و در سطح جهانی گسترش یافتند نشان می‌دهند که محیط زیست گرایی و مشارکت زنان جنبشی با اهداف، ارزش‌ها، انگیزه‌های متنوع و همچنین راهبردها و تاکتیک‌های مقاومت و عمل جنبشی ناهمگون است که نمی‌توان آن را صرفاً به جنبش‌های اجتماعی جدید تقلیل داد. از همین رو ادغام مفهوم عدالت در گفتمان‌ها و کنش‌های زیست محیطی مباحث گسترده‌ای را از خود به جای گذاشته و نیز راه‌های جدیدی را برای درک روابط انسان و طبیعت گشوده است. اما علی‌رغم ویژگی‌های مشترک مشارکت زنان در جنبش‌های محیط زیستی، لزوم توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد کنش‌گرایی در شرایط سیاسی و اجتماعی خاص، به ویژه در مناطقی مانند کردستان و حتی ایران که هر گونه فعالیت زیست محیطی می‌تواند با ریسک اتهامات سیاسی مواجه شود، باعث می‌شود که مشارکت زنان در بستری متمایز نیز مورد تحلیل واقع شود. زیرا تجربه جنبش‌های محیط زیستی نشان داده است که در فضاهای مختلف فعالان اغلب درک خود از عدالت را می‌سازند و عناصر مختلف را منوط به زمینه نیازها و استراتژی‌های تغییر ادغام می‌کنند. همراهان گرامی، در برنامه امروز با مهمانان برنامه ضمن توجه به رابطه نزدیک زنان با طبیعت به ویژه در سنت کردی که از منابع مهم الهام بخش در بسیج اجتماعی است، موضوعاتی مانند مبارزه برای عدالت را با حفظ هویت ملی، غلبه بر توسعه نیافتگی و فقر، مشارکت در تصمیم گیری ها و روابط اجتماعی برابر مورد بحث قرار می دهیم. مهمانان برنامه، خانم ها ندا هوشنگ، اکوفمینیست و اگرو اکولوژیست، دکتر نشمین ابراهیمی، محقق حوزه کشاورزی پایدار و فمینیسم، بهار آوری، عضو آکادمی ژنولوژی. ضمن خوش آمدگویی به شما مهمانان گرامی، خانم آورین، بحث رو با شما آغاز میکنیم. ریشه و خاستگاه بحران اکولوژی رو شما در چی میبینید با توجه به اینکه عضوی از آکادمی ژنولوژی هستید و معتقد به ارتباط تنگاتنگ زن با محیط زیست هستید؟ شما این ریشه و خاستگاه بحران اکولوژی رو چگونه تعریف میکنید؟ خیلی متشکرم. منم سلام دارم حضور شما بینندگان و همینطور مهمانان عزیز. به نظر من یکی از مهمترین دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که در حال حاضر جامعه بشری رو هست و با اون درگیر هست، به نظر من بحران‌های اکولوژیکی هستش و مهم هستش که ما هم در مورد صحبت کنیم، هم به خاستگاه و ریشه‌های بحران‌های اکولوژیکی هم اشاره کنیم. چون تا دهه‌ها اینطور فکر می‌شد که بحران‌های اکولوژیکی بحران‌ها یا مرتبط با مسائل منفرد هستند، اما به نظر من برای گفتگو در مورد ریشه‌های بحران‌های اکولوژیکی به نظر من بایستی یک تحلیل ساختاری، سیستمی و حتی تاریخی داشته باشیم در مورد سرمنشه بحران‌های اکولوژیکی. چون بحران‌های اکولوژیکی خود به خود به وجود نیومدن و به نظر من انسان‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی در تشدید بحران‌های اکولوژیکی نقش داشتن. بنابراین شما اشاره کردید که به رابطه بین زن و طبیعت، به نظر من باید یک نگاه یا نیم نگاه کوتاهی به آغاز جامعه بشری داشته باشیم که در اون زمان یک رابطه و یک هماهنگی و توازنی بین جامعه و طبیعت وجود داشته و اون انسان‌ها
خودشون رو بخشی از جامعه تلقی میکردن. اما با پیشرفت علوم غربی و با دیدگاه پوزیتیویست که بر این بر پایه تمایز ابژه و سوبژه مبتنی هستش، یک دیدگاه ابژه‌گونه به طبیعت و همینطور زن وجود داره و این تفکیک باعث شده که انسان و یا به عبارت مرد خودش رو در مقام یک سوژه قلمداد کنه و این حق رو در خودش ببینه که بر طبیعت، بر زندگی و به عبارتی بر همه جامعه سلطرانی کنه. و به نظر من محصول این دیدگاه همین بحران‌های اکولوژیکی که هستش که ما مشاهده می‌کنیم و نه تنها بحران‌های اکولوژیک، حتی مسئله زن هم میشه گفت که ریشه های اون در همین دیدگاه‌های سلطه‌جویانه وجود داره. و همینطور که اکوفمینیست‌ها و همینطور اکولوژیست‌های اجتماعی هم به اون اشاره کردن، در بطن، در ریشه بحران‌های اکولوژیک رابطه سلطه وجود داره و ما نباید این فاکتور مهم رو ازش چشم پوشی کنیم. بنابراین میشه گفت که در مورد خواستگاه‌های اجتماعی و ساختاری بودن این بحران‌ها کسانی استثنایی بودند که به این مورد اشاره کردن، اما نخستین کسانی که به از نظر علمی به ساختاری بودن بحران‌های اجتماعی اشاره کردن مورای وکچین و بعد از اون عبدالله اوجلان بودن که با الهام از ایده های اون به ساختاری بودن بحران های اجتماعی اشاره کردن و اونها با یک خوانش عمیق تاریخی به این واقعیت مهم اشاره کردن که ما بحران های اکولوژیک رو نمیتونیم از بحران های اجتماعی متمایز کنیم. بنابراین اونها به عنوان یک ایده و یا یک تئوری اکولوژی اجتماعی رو پیشنهاد کردن. در اکولوژی اجتماعی فراتر از یعنی نقد گسسته بین طبیعت و جامعه انسانی، بیشتر به بهبود رابطه بین انسان و طبیعت اشاره میکنه، چون ما در شرایطی قرار داریم که واقعا در مورد بحران‌های اکولوژیکی آینده علیه ما پیش میره و این تخریبات زیادی که وجود داره و بسته به مناطق و خصوصیات استراتژیک و حتی ژئوپلیتیک هم این بحران ها متفاوت عمقشون، نیاز به این وجود داره که یک جهانبینی و یک پارادایم متفاوتی باشه که بر مبنای اون بتونیم این فکر و یا ایده اکولوژی اجتماعی رو پیاده کنیم. چون در اکولوژی اجتماعی به بهبود و رابطه و حتی گسستی که بین انسان و جامعه و طبیعت وجود داره و همچنین نقد رابطه سلطه‌گرایانه که بین انسان و انسان و انسان و طبیعت وجود داره پرداخته. بنابراین ما هم یکی از حوزه های مطالعاتی ژینولوژی اکولوژی هستش و در این دیدگاه ما هم نقدی داریم به ساختارها و جریان های اجتماعی که کاستی هایی در نقد این رابطه وجود داره و همچنین نقد رابطه انحصارگرایانه و سلطه‌جویانه که در مقابل طبیعت وجود داره. بنابراین ما برای ترمیم این بحران های اکولوژیکی نیاز هستش که هم اون تفکیک بین ابژه و سوبژه وجود داره اون رو ترمیم کنیم از یک نظر، و از همین نظر اینکه این رابطه سلطه‌جویانه در جامعه انسانی و همینطور نسبت به طبیعت هم رفت بشه که اون هم نیاز به جنبش های اکولوژیکی رادیکالی هستش که در حال حاضر وجود. خانم آورین، این رابطه سلطه‌گرایانه که داریم بهش اشاره میکنین و بذارید بحث رو با مهمانان دیگه ادامه بدیم، من برمیگردم پیش شما. خانم هوشنگ، شما ابتدا به قضیه برای ما تعریف کنید که اگرو اکولوژی چیست، اونو چگونه تعریف میکنین، و بعد با تجربه صحبت هایی که خانم آورین بهشون اشاره کردن، آیا شما بحران اکولوژی رو از بحران اجتماعی متمایز میدونید یا نه، اونو چگونه تعریف میکنید؟ بله، من سلام میکنم به شما و همه بینندگانتون، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. در پاسخ به سوال شما باید خدمتتون عرض بکنم که ببین، اگروکولوژی در واقع یک نگاه هالیستیکه و خیلی کلی داره به شیوه و سیستم تولید غذا در جهان، چون ما میدونیم که یکی از آلوده کننده ترین
در واقع چیزهایی که ما در حال حاضر باش مواجه هستیم و بسیار بسیار بحرانزا هست. سیستم تولید غذا، کشاورزی صنعتی و دامداری صنعتی در جهان امروز ماست. و این اگروکولوژی میاد یک آلترناتیوی را ارائه میده. اگروکولوژی صرفا یک شاخه از علوم طبیعی نیست و این حال که روش های جایگزین رو برای شیوه تولید غذا داره ارائه میده، میاد به در واقع عدالت محیط زیستی میپردازه، به عدالت غذایی و امنیت غذایی میپردازه، به گروه های به حاشیه رانده شده و سرکوب شده در سیستم تولید غذا میاد میپردازه و یک جنبه های اجتماعی این مسئله رو میاد خیلی بهش میپردازه، پررنگ میکنه و میاد بهش میپردازه. و حالا در جواب سوال دوم شما اگه بخوام بهتون برگردم، میتونم بگم که من کاملا موافق هستم با مهمان برنامه شما و واقعا مسئله بحران‌های اکولوژیک رو ما نمیتونیم جدا در نظر بگیریم از در واقع مسائل اجتماعی و بحران‌های اجتماعی که در حال حاضر باش مواجه هستیم و این مسئله کاملا ساختاری هستش و باید به شکل ساختاری بهش پرداخته بشه. و اینکه ما در حال حاضر بسیار بسیار داده داریم ولی یک راهکار جامع و درست برای حل بحران‌های محیط زیستی ما نمیتونیم برسیم، به این دلیل هست که شاید تحلیلمون تحلیل نیست که تحلیل ساختاری باشه و شاید اشکال رو باید در اونجا پیدا کنیم. بله، سپاسگزارم. خانم ابراهیمی، نظر شما رو بدونم با توجه به اینکه ما الان شاهد مشارکت زنان در جنبش های زیست محیطی هستیم، در کردستان در روزهای اخیر ما شاهد بودیم که در بسیاری از کوهستان‌های کردستان شاهد آتش گرفتن بسیاری از جنگل‌ها و درختان بلوط بودیم. مشارکت در خاموش کردن آتش‌ها به گسترش این شعار در کردستان منجر شده که حفظ محیط زیست حفظ حیات است. چگونه میشه از این تجارب استفاده کرد و این رویکردهای زنان کرد رو در سراسر منطقه و در سطح ایران نیز گسترش بدیم، با توجه به اینکه هم خانم آورین اشاره به نوعی سلطه کردن که از همون ذهنیت مردسالارانه که در جامعه رواج داره و خانم ندا هم اشاره کردن که اینها متمایز از همدیگه نیستن، شما چگونه تعریف میکنین این قضیه رو؟ سلام عرض می کنم خدمت شما خانم شکر اسلامی، همچنین بیننده های محترم آریان تی وی و مهمان های محترم برنامه‌تون. کاملا موافقم با نظر هر دو مهمان. 100% این مسائل فمینیستی، اکولوژی و همچنین مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از همدیگه جدا نیستن و دقیقا بر اساس همین ویژگی پیوندی همه اینها مثل حلقه های زنجیری هستن که به هم دیگه بسلن و اگر ما نتونیم تک تک این حلقه های این زنجیر رو در کنار هم گرد بیاریم، هیچ وقت به یک راه حل نهایی برای موضوع نخواهیم رسید و دولت های توتالیتر مثل جمهوری اسلامی دقیقا به این نقطه رسیدن که هر نوع حرکت مدنی، هر نوع حرکت زیست محیطی و یا اجتماعی، همه اینها در یک بستر بزرگی است جامعه صورت میگیره که هم میتونه جنبه های اقتصادی و هم میتونه جنبه های سیاسی رو در پی داشته باشه. در نتیجه به خاطر همینه، چون یک دولت توتالیتر و دیکتاتور هستش و استعمارگر، هر نوع از این حرکت ها رو پیش زمینه برای خیلی از جنبش های سیاسی و اقتصادی میدونه که میتونه در نهایت واقعا به یک انقلاب خیلی بزرگی تبدیل بشه که خود این رژیم رو بخواد از بین ببره. به خاطر همین کوچکترین حرکت های اکولوژیکی، زیست محیطی و یا مدنی رو مخصوصا اگر از ناحیه زنها باشه خیلی محدود میکنه. همونطور که میدونیم واقعا یکی از پایه های اصلی این حکومت بر این ساختار هستش که زنان رو همیشه عقب مانده تر از مردها در جامعه قرار بده و اونها رو آزاد نداره. در واقع آزادی زنان در واقعا جامعه که الان ما ایران واقعا اسمشو میبریم وجود نداره.
و همین هم باعث شده وقتی ما برگردیم به چک کردن شاخص‌های محیط‌زیستی که برای تمام کشورهای جهان وجود داره، اگه دقت بکنیم ایران جزو شاخص‌های خیلی خیلی پایینه، در رتبه خیلی خیلی پایین قرار داره. نه تنها این، بعد می‌گرده به این مدیریت‌های ناکارآمدی که برای منابع و محیط‌زیست انجام میشه از طریق دولت، بلکه برمیگرده به همین محدود کردن زنان و فعالیت زنان در جامعه که نیمی از اون جامعه رو در واقع تشکیل میده. و چون ما نیمی از جامعه رو غیرفعال کردیم، در واقع اومدیم این پیشرفت و توسعه پایدار رو هم عقب مانده نگه داشتیم. و همچنین اگه نگاه بکنیم، بله بفرمایید، اشاره کردم اگر نگاه بله به جامعه کردستان، میخواستم اینو وارد این بحث بشیم، بعد بحث رو ادامه میدیم. بله دقیقا، اگر برگردیم به جامعه کردستان و فعالیت‌های تاریخی که زنان در کردستان داشته، همیشه واقعا مهم بوده، چون این برمیگرده به ریشه تاریخی قدرت زنان توی منطقه و رابطه ای که زنان با محیط زیست داشتن. در کردستان در واقع یک منطقه جغرافیایی نیست و از نظر من یک منطقه ژئوپلیتیک خیلی خیلی حساسیه که دارای منابع و معادن و توانمندی ها و ذخایر محیط زیستی زیادی هستش. منبع آب در واقع ایران رو هم میتونیم بگیم داره تامین میکنه و همه اینها در ارتباط با زندگی تک تک آدم های اون منطقه هستش. و چون همواره اگر هم دقت بکنید تو منطقه کردستان ما صنعت های بزرگی رو نداریم که مشاغلی رو برای جامعه فراهم کرده باشه، و ما جامعه روستایی رو همچنان در قبال اگه بخوایم با بقیه جاهای ایران مقایسه کنیم بیشتر داریم، و بخش اصلی این جامعه روستایی رو هم زنان تشکیل میدن، زنانی که روزمره خودشون رو با طبیعت، با آب و با منابع در واقع طی میکنن، و همین باعث میشه که نگاه زنها به طبیعت 100% بسیار جدیتر در این مناطق پیشگیری بشه. و همونطور هم که دیدیم روزهای اخیری که این آتش‌سوزی‌ها در مناطق کردستان و کوههای کردستان اتفاق افتاد، زنان هم دوشادوش مردان در خاموش کردن این آتش نقش داشتن. بله سپاسگزارم خانم ابراهیمی. خانم آورین، اشاره کردید به سلطه. سلطه رو چگونه باز تعریف میکنید؟ آیا تصور شما از سلطه همان ذهنیت مردسالار یا نه؟ سلطه حکومت های توتالیتر یا سلطه حکومت های سرمایه مرد محور؟ اینو سلطه رو و ارتباطش رو با زن و مسئله محیط زیست چگونه تعریف میکنید شما؟ به نظر من سلطه و حتی استثمار و استعمار کلمه های کلیدی هستن که لازمش در موردش صحبت کنیم، چون هر یک از اینا به عنوان یک ایدئولوژی بر جامعه و در کنار اون بر زنان استیلا پیدا کردن، و به نظر من همه اینها به نوعی همدیگر رو تغذیه میکنن و با همدیگه در ارتباط هستن. و ما نمیتونیم سیستم مردسالاری، نظام سرمایه‌داری و همینطور ساختار دولت ملت رو از همدیگه متمایز کنیم، چون در نهایت همه اینها از یک منبع تغذیه میکنن، از یک کانال مشترکی همدیگر رو فربه میکنن، و همه اینها باعث میشه که یک ساختار ایجاد بشه که واقعا زندگی رو برای همه جامعه انسان غیر قابل تحمل و غیر قابل زیست بکنه. دوستمون خانم ابراهیمی اشاره کردن به ساختار دولت ملت و حتی حکومت های توتالیتر. به نظر من ایدئولوژی تخریب طبیعت همون ایدئولوژی سرمایه‌داری هستش، و ساختار دولت ملت و حکومت های توتالیتر هم این ایدئولوژی رو پیاده میکنن و اجرایی میکنن. و به نظر من تخریب طبیعت به معنای همون سلطه بر زنان هستش و از نظر ماهیت یکی هستن، چون ماهیت استعمارگری بر طبیعت و انقیاد اون در به همان از همون ایدئولوژی که انقیاد زنان و سلطه‌گری بر زنان رو تقسیم میکنه از یک منبع مشترک هستن، و به نظر من اینها همه با یکدیگه مرتبط هستن. و در مورد جامعه کردستان هم میخوام بشم مورد اشاره کنم، چون هم به دلیل جنگی که هم اکنون در کردستان وجود داره و هر چیزی که با کرد و کردستان در ارتباط باشه، این سیاسی و امنیتی میشه، و در حال حاضر تخریب محیط زیست
به نظر من در کردستان هم یک ایدولوژی کاملا آمدانه و ساختاری هستش. و به نظر من یک نکته مهم دیگر هم که باعث به اون اشاره کرد این که ما باید بحران‌های اکولوژیک رو صرفا به انقراض گونه‌های جانوری و حتی گیاهی و یا منابع آبی تقلیل ندیم، چون بحران‌های اکولوژیک در ریشه خودشون بسیار چندبعدی و وسیع هستن که شامل نسل‌کشی هست، پاکسازی هست، تغییر دموگرافیا هست و همینطور حاشیه نشینی، فقر و اینها بیشتر در مناطق صورت میگیره که یک تبعیض دولتی و سرکوب هم وجود داره. و اگر بخوایم در مورد ایران حساب بزنیم، مناطق اهواز، خوزستان و حتی کردستان و بلوچستان که به دلیل تبعیض‌های ساختاری که وجود داره بیش از همه بحران‌های سیستماتیک اکولوژیک هم در اونجا زیسته میشه و به رغم این که دارای منابع زیرزمینی و روزمینی بسیار زیادی هستن، اما متاسفانه این فقر ساختاری، این فقری که یا به عبارتی بگیم فقیرسازی جامعه اونها، به طور کلی یک سیستمی هستش که بخواد جامعه رو از طریق هم بحران‌های اکولوژیکی هم تشدید اون تحت سلطه خودش قرار بده. بنابراین به نظر من بایستی با یک دید وسیع به بحران‌های اکولوژیکی اشاره کنیم، چون هم اکنون یک سال از جنبش جنجیان آزادی هم گذشته و با آغاز این جنبش هم سیاست‌های دولت در قبال طبیعت هم به نوعی تخریب طبیعت هم تشدید شده که به نظر من همون از خواستگاه سیستم دولتی و سرمایه هستش که در تلاشه که به نوعی تخریب طبیعت رو به عنوان اهرم فشار بر جامعه به خصوص جامعه کردستان مورد استفاده قرار بده. و در روزهای اخیر هم مشاهده کردیم که آتش سوزی های گسترده که هم اکنون وجود داره، البته تنها سیاست مختص به حکومت ایران نیست و دولت ترکیه هم دقیقا داره همین سیاست رو پیگیری میکنه، از قطع درختان، از سدسازی های گسترده که در کردستان صورت میگیره، همه اینها به خطر انداختن محیط زیست کردستان هست، چون ما باید جغرافیا و خاک را هم به عنوان یک ریشه فرهنگی در نظر بگیریم، چون هر فرهنگ ریشه در خاک و فرهنگ ریشه در خاک داره و جغرافیا داره و به نظر من این بحران ها میتونه باعث بی‌ریشگی باشه. بنابراین یک مسئله چند لایه هستش و در مورد مسائلی هم که من بهش اشاره کردم، همون مسائل دموگرافیک و یا حاشیه نشینی فقر، اگر توجه کنیم بیش از همه زنان از این مسائل مورد ستم قرار میگیرن، بیش از همه زنان تحت تاثیر قرار میگیرن و در اینها هم از نظر روانشناسی، هم از نظر اقتصادی و حتی از نظر اجتماعی بر زنان تاثیر سویی داره که باید این را هم بهش اشاره کنیم. بله، سپاسگزارم خانم آبری. خانم هوشنگ، مایل هستم نظر شما را در تکمیل صحبت دوستان با توجه به که شما هم اکوفمینیست هستیم، هست اکوگرونولوژی هستید، شما را بشنویم و در نوشته‌های خودتون هم شما دقیقاً به این مسائل اشاره کردین که رابطه زن با طبیعت و با این سلطه‌گری هم حکومت‌ها هم سلطه‌گری جهانی که وجود داره. بفرمایید. بله، خواهش می‌کنم. من دنباله صحبت دوست عزیزمون رو میگیرم در ارتباط با در واقع بحران‌های محیط زیستی که ما در حال حاضر در ایران باش مواجه هستیم و در واقع ارتباط حکومت توتالیتری که در ایران در حال حاضر هست و اینکه فقیرسازی و محروم در واقع محروم نگه داشتن ملت کرد، ملت بلوچ، ملت عرب و اینکه این رابطه یک رابطه کاملا استعماری هست و ما در واقع نه تنها با مدیریت ناکارآمد اینجا مواجه هستیم، بلکه با یک در واقع سیاستی مواجه هستیم که انگار قرار هست که در واقع بهره برداری بیرویه صورت بگیره از منابع، در واقع تمام منابع، چه منابع زیر زمینی و چه منابع روی خاک در این مناطق، و در این حال که هیچ در تصمیم گیری هایی که صورت میگیره این ملت ها، مردم این مناطق اصلا مشارکت داده نمیشن و
ما شاهد در واقع در این مناطق این سیاست ورزی که حکومت مرکزی داره بسیار بسیار شدید هستش و به خاطر همین هم هست که ما در مناطق مانند کردستان، مانند سیستان و بلوچستان، مانند خوزستان این تخریب محیط زیست و بحران‌های محیط زیستی مثل کم آبی، خشکسالی، قطع درختان جنگل، در مورد اخیر آتش سوزی هایی که در کردستان داشتیم، ریزگرد ها، همه اینها رو بسیار بسیار شدید نسبت به مناطق مرکزی ایران میبینیم و خیلی تأثیرش بر مردم این منطقه بیشتر هستش. و در مورد اینکه ارتباط این رو من بخوام با زنان بیام در واقع بررسی بکنم و دنباله صحبت دوستان رو بگیرم، این هستش که در بحران‌های محیط زیستی زنان اساساً بیشتر تاثیر می‌گیرن و بیشتر متأثر میشن و این به این دلیل هستش که اساساً دسترسی زنان از ابتدا به منابع طبیعی و در پی اون منابع اقتصادی و اجتماعی کمتر هستش به خاطر ساختارهای در واقع موجود، ساختارهای مرد سالار و ساختارهای سرمایه مرد سالار، این دسترسی ها از ابتدا کم هستش. وقتی که بحران های محیط زیستی اتفاق میفته و ما مواجه هستیم با اون، این دسترسی ها کمتر میشه در مورد زنان و زنها بیشتر آسیب میبینن. من مثالی برای شما میزنم، اینکه مثلا ما در بخش از استان ها با در واقع خشکسالی و کمبود آب مواجه هستیم و این تاثیر بیشتری میذاره بر روی زنان روستایی، بر روی دختران روستایی، به خاطر اینکه اینها وظیفه تامین آب، وظیفه در واقع حمل آب، بسیاری از کارهای کشاورزی بر عهده اینها زنان و دختران خانواده هستش و مسافت‌های زیادی رو بعد از روز طی بکنن برای تامین آب خانواده، برای و مشارکت در واقع کشاورزی، در این حال که مشارکت این زنان در کشاورزی در مناطق روستایی زیاد هست، ولی خب سهم زیادی از در واقع محصول و درآمد خانواده این زنها ندارن، یعنی سهمشون از منابع مالی در نهایت کم هست، در این حال که مشارکت زیادی هم دارن، یعنی به طور کلی 80% غذای جهان رو در کشورهای در حال توسعه زنان تولید میکنن، ولی خب سهمی از کاری که میکنن و تولیدی که انجام میدن معمولا در پایان ندارن و خیلی یا اینکه سهمی که دارن خیلی کم هست. خانم هوشنگ، بسیار معتقدن که حفاظت از محیط زیست توسط زنان تنها موضوع حفاظت از از نگاه حفاظت کردن نیست، بلکه موضوع بقا است. از نظر اقتصادی اینو چجور تعریف میکنی؟ کاملا درست میفهمیم، مخصوصا در مناطق حالا روستایی این موضوع در واقع به زیست روزمره مردم برمیگرده، زیست روزمره این زنان برمیگرده، یعنی اگر که این محیط زیست حفظ نشه، اگر این منابع حفظ نشه، منابع آبی در واقع حفظ نشه و به عنوان مثال دسترسی به آب سالم وجود نداشته باشه و یا دسترسی به آب محدود بشه، زیست روزمره زنان روستایی که تحت تاثیر قرار میگیره. همونطور که پیشتر اشاره کردم، به عنوان مثال باید مسافت‌های خیلی طولانی‌تری رو اینا طی بکنن برای تامین آب خانوار. اگر که ما با فرسایش خاک مواجه هستیم، که خب در واقع فرسایش خاک در ایران واقعا در سالهای اخیر روند وحشتناکی داشته و خیلی در وضعیت بدی قرار داره، خب این به این معنیه که در واقع کشاورزی تحت تاثیر قرار میگیره و محصولی که میزان محصولی که قرار به دست بیاد رو در پایان فصل نخواهند داشت و این یعنی شرایط اقتصادی بدتر برای خانواده روستایی و
اولین کسانی که تحت تاثیر قرار میگیرن زنان آن خانواده و دختران آن خانواده هستن، باعث ازدواج های زود هنگام میشه، کما اینکه ما مواجه هستیم با بسیاری از استان های ایران که چقدر آمار ازدواج دختران زیر 18 سال و کودکان دختر افزایش پیدا کرده در نتیجه کم آبی، در نتیجه بحران های محیط زیستی. این نتیجه مستقیم این مسئله است. بله خانم ابراهیمی، خانم آبرین و حتی خود شما اشاره کردین که مسائل زیست محیطی که در کردستان به وجود اومده تنها بخشش مسئله ارتباط اونو با سیاست های و سیاست گذاری های جمهوری اسلامی در منطقه. به نظر شما ناکارآمدی جمهوری اسلامی شما در این منطقه چجوری شرح میدید؟ واقعیت هم اینه که برمیگرده به نگاه استعمارگونه جمهوری اسلامی تو منطقه کردستان و کردستان رو به عنوان یک منبعی میدونه. در گذشته ما همه دیدیم که کشورهای استعمارگر چگونه به خاطر منابع انرژی، معادن و همه این ظرفیت‌های زیست محیطی کشورهای زیادی رو مستعمره کرده از جمله آفریقا، آسیا و اینا. همین اتفاق هم ممکنه در داخل یک کشور هم اتفاق بیفته، مخصوصا زمانی که اون کشور همگونی نباشه و تشکیل شده باشه از ملت‌های مختلفی که سهم برابری در حکومت سیاسی و اقتصادی اون کشور نداشته باشن. همین اتفاق پیش میاد. در واقع سیاست‌های جمهوری اسلامی هم دقیقاً توی کردستان بر اساس همین پیش میره و یک نگاه استعمارگرانه داره که با غارت کردن منابع و همچنین سرمایه های زیست محیطی کردستان نه تنها اونجا رو فقیرتر نگه میداره و بلکه صدمات بسیار شدیدی به محیط زیست وارد میکنه که اگر در کوتاه مدت این به ضرر مردم کردستان باشه، ولی در نهایت این تخریب‌های محیط زیستی بسیار فراتر از کردستان خواهد رفت و خیلی از بحران‌های شدید محیط زیستی رو به وجود میاره که میتونه واقعا کل خاورمیانه رو هم در بر بگیره. همین الان اگر ما برگردیم به همین آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس و کردستان، با آتیش زدن این جنگل‌ها ما در واقع داریم پوشش گیاهی منطقه رو از بین می‌بریم که کمک زیادی به نگهداری خاک اون منطقه داشت. با از بین رفتن این پوشش گیاهی ما داریم یک شروع تازه‌ای رو برای فرسایش خاک توی منطقه خواهیم داشت که این فرسایش خاک همراه با ریزگردهای خیلی زیاد، نشست خاک در آینده و از بین رفتن محیط زیست و در واقع آلوده کردن هوا نه تنها در کردستان بلکه در بسیاری از مناطق اطراف کردستان. خب خانم ابراهیمی، با توجه به این توضیحات، الان مسئله بحران محیط زیست فقط مختوم به کردستان نیست، در واقع نه تنها به کردستان و مناطق به حاشیه رانده شده، یعنی مناطق دور افتاده از مرکز نیست، الان ما با یک بحران کاملا جدی که خانم هوشنگ هم بهش اشاره کردن در ایران روبرو هستیم. اینو چگونه شرح میدین؟ یعنی فکر میکنید این همین الان اگر نگاه بکنیم در جای جای ایران رو اگر دقت بکنیم با همین مدیریت‌های ناکارآمد و غیر پایدار، بدون توجه به اینکه یک سیستم پایدار کلی توی منطقه باشه که هم بتونه بر اساس ظرفیت‌های محیط زیستی اون سیستم پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رو گرد هم بیاره، همچین ما سیستمی رو توی ایران نداریم و در تک تک جاهای ایران از اصفهان گرفته، از تهران، از شمال ایران، از شمال غرب، آذربایجان، کردستان و جنوب مثل اهواز، همه این برداشت‌های منابع طبیعی داره انجام میگیره بدون هیچ محدودیتی و فقط صرفاً و صرفاً برای صرفه‌جویی هستش. و جالبه که همه این درآمدهایی که از تخریب این منابع محیط زیستی و یا استخراج اونها داره به دست میاره، چیزی هم به جیب ملت نمیره. هیچ کدوم از ملت‌ها، چه ملت کرد، چه خود ملت فارس که مرکز نشین در واقع در قدرت هستن، اونا خودشون به نوعی قربانی همین سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی هستن و همطور که میدونین آلودگی هوای ایران وحشتناکه و در ادامه همین بحران‌های زیست‌محیطی باعث افزایش میزان بیماری‌های مختلف بین مردم
به خصوص زنان و کودکان میشه که همیشه قشری هستند که واقعا بسیار آسیب پذیرتر هستند در جامعه. حالا همونطور که خانم ندا گفتن به خاطر شرایط اقتصادی و همچنین زنان مخصوصا به خاطر بیولوژی که دارن، سیستم زایشی که هم دارن، تحت تاثیر این بحران‌های زیست محیطی بیشتر قرار میگیره و همینجا که عدالت محیط زیستی بسیار اهمیت پیدا میکنه و متاسفانه تو ایران این عدالت محیط زیستی اصلا مد نظر قرار نمیگیره، کاملا مخالف با ساختار جمهوری اسلامی. بله، استفاده کردم. خانم آورین، ما اینم شما عنوان کسی که الان در آکادمی ژنولوژی هستین و دارین روی قضیه کار میکنین، آیا فکر میکنید چگونه میتونیم زنان رو هم در بعد اجتماعی هم در بعد سیاسی مشارکت بدیم در این پروسه و چگونه راه حلی برای این قضیه در این بحران، حالا اگر دولت ها نیستن راه حل ها که توسط زنان یا توسط آکادمی ها جنبش ها چگونه میشه این کار انجام داد؟ ببینید، تا همین الان هم که بحران‌های زیستی یعنی بحران‌های زیست محیطی به اوج خودش رسیده، این جنبش‌های مدنی، جنبش‌های زنان و در رأس اون جنبش‌های اجتماعی بودن که به این موضوع پرداختن و به نظر من زنان نقش مهمی در پیشاهنگی آگاهی زیست محیطی ایفا کردن، چون زنان با توجه به ذهنیت و رویکردی که در قبال طبیعت دارن و پیوند عمیقی که با طبیعت دارن، هیچگاه این دیدگاه سلطه‌جویانه نسبت به طبیعت نبوده و به عکس اون اگر به تاریخ جنبش های اکولوژیکی هم نگاه کنیم، زنان و در رأس اون جنبش های اکوفمینیستی نخستین جنبش هایی بودن که نسبت به ویرانی های زیست محیطی واکنش نشون دادن. بنابراین در چنین شرایطی به نظر من اگر ما چشم داشتی از سیستم دولت داشته باشیم که بحران های اکولوژیک رو چاره‌یابی کنه، به نظر من این یک آلترناتیوی نخواهد بود، چون اینها ذهنیت و حتی ساختارشون و ماهیتشون تخریب محیط زیست و همینطور سلطه بر طبیعت هستش. و خانم ابراهیمی در گفتار خودشون اشاره کردن که عدالت زیست محیطی در ایران وجود نداره. به نظر من در کشوری که عدالت اجتماعی وجود نداشته باشه و تبعیض و سرکوب وجود داشته باشه، نمیشه از هیچ گونه عدالت سخن گفت، چه برسه به عدالت زیست محیطی. بنابراین در چنین شرایطی به نظر من مهمه که یک سازماندهی رادیکال و مردمی در سازماندهی جنبش های اکولوژیکی داشته باشه. و اما در مورد کردستان میخوام مثال یک مثال بدم و شما رو اشاره کردید که در کردستان یک پیوند عمیقی بین کردها و همینطور طبیعت وجود داشته و حتی حمایت از طبیعت، بله، حمایت از طبیعت، حفاظت از طبیعت یک فرهنگ، یک سنت کهن زاگرسیه و یک چیزی بوده که از دیرباز وجود داشته. حتی اگر توجه داشته باشید در آتش سوزی های اخیر هم مردم خودجوش وارد این پروسه اطفای آتش سوزی شدن بدون اینکه دولت تلاشی در این جهت بکنه. زنان و مردان داوطلبانه و با وجود خطراتی هم که وجود داشت این آتش رو خاموش کردن. بنابراین به نظر من یک فرهنگ عمیقی وجود داره، فرهنگ عمیق طبیعت دوستی، احترام به طبیعت و اینها. حتی شاید نیاز به جنبش های زیست محیطی هم نباشه در کردستان، چون مردم به طور فرهنگی و به طور اجتماعی در مقابل طبیعت احساس مسئولیت میکنن. به نظر من در شرایطی که ما همزمان به یک سالگی جنبش شجاعت آزادی هم نزدیک میشیم، متاسفانه شاهد یک رویکرد کاملا مخرب هم در قبال محیط زیست کردستان هستیم که متاسفانه به نظر من این هم در ارتباط با همین جنبش مردمی هستش که در کردستان آغاز شده و ما باید این را هم به اون توجه کنیم. و در نهایت میشه گفت که بین جنبش اکولوژیکی و همینطور جنبش زنان یک در هم تنیدگی وجود داره و به نظر من اگر ما بخوایم در آینده یک جامعه سوسیالیستی و یک جامعه دموکراتیک ایجاد کنیم بدون دیدگاه اکولوژیکی، بدون احترام به طبیعت، بدون تحول اخلاقی در قبال طبیعت و اکولوژی، ما واقعا نمیتونیم صحبت از یک جامعه دموکراتیک بکنیم. و به نظر من در آینده هنگامی که ما از یک آلترناتیو صحبت میکنیم، از یک پارادایم صحبت میکنیم، قطعا توجه به
اکولوژی به عنوان یک رکن اصلی در بله مدرنیته دموکراتیک میتونه نقش مهمی داشته باشه و ما به جامعه بدون اکولوژی یعنی دوستی با طبیعت، احترام به طبیعت نمیتونیم بیاندیشیم، چون در نهایت در بنیان ایدولوژی سوسیالیسم و دموکراسی احترام به طبیعت وجود داره و در کنار اون هم چون ما میگیم که خواستگاه انقیاد زنان و طبیعت از یک ذهنیت نشأت میگیره، بنابراین بدون آزادی زن هم ما نمیتونیم باز هم صحبت از یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم. بله. بنابراین میشه گفت که در چارچوب پارادایم دموکراتیک اکولوژیک و آزادی زن هست که ما میتونیم یک آلترناتیو بسیار نیرومند برای جامعه کردستان و به طور کلی جامعه ایران ترسیم کنیم که واقعا برای این هم نیاز به یک سری چشماندازهای روشن، یک حمایت‌های رادیکال مردمی وجود داره، چون باید مردم به اون خودآگاهی اکولوژیک برسن که واقعا برای آینده اونها، برای احساس مسئولیت در برابر نسل‌های آینده هم ما باید واقعا در مبارزات اکولوژیک خودمون رادیکالتر باشیم که بتونیم، هرچند نمیشه واقعا گذر کرد از همه بحران‌های اکولوژیکی، حداقل بتونیم یک نقشی داشته باشیم در ترسیم یک جامعه اخلاقی و سیاسی با بنیان‌های اکولوژیکی. بله سپاسگزارم. خانم هوشنگ، تاثیر جنبش‌های اکولوژیک بر تاثیر جنبش‌های بر جنبش‌های زنان و جنبش‌های اجتماعی رو شما چگونه بررسی می‌کنید؟ ببینید، همونجور که اشاره شد، مهمانان دیگر برنامه هم اشاره کردن، مسلما من هیچ تفکیکی بین این جنبش های اکولوژیک و در واقع جنبش های جنبش اجتماعی متمرکز بر زنان، جنبش های زنان نمی بینم. یعنی همونجور که در واقع برای تقویت زنان، برای امپاور کردن زنان، ما نیاز داریم که دسترسی اونها رو به منابع بیشتر بکنیم، آموزش‌های محیط زیستی به شکل رایگان و همگیر وجود داشته باشه و در نتیجه آموزش‌های محیط زیستی، در نتیجه در واقع امکان دادن به زنان در تصمیم گیری ها و مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ها و امکان پذیر کردن دسترسی زنان به منابع محیطی، مانند منابع در واقع منابعی که نیاز دارن و در واقع پایه‌گذاری یک اقتصاد اکولوژیک، ما هم میتونیم از محیط زیست به شکل پایدار استفاده کرده و محیط زیست رو حفظ کرده باشیم و همین که جنبش زنان رو تقویت کرده باشیم و در واقع زنان رو امپاور بکنیم. خب در این اقتصاد اکولوژی رو چگونه تعریف میکنه؟ یعنی منظور شما توسعه و سیاست زدایی از بحرانهای محیط زیستیه؟ این رو چگونه تعریف میکنه؟ ببین، منظور من از اقتصاد اکولوژیک اقتصادی هست که درش به عدالت محیط زیستی توجه بشه، بهره برداری بی‌رویه از منابع محیطی صورت نگیره و در واقع بر پایه و اساس احترام به محیط زیست و طبیعت در واقع ساخته شده باشه و پایه گذاری شده باشه. چون چیزی که ما امروز در ایران و نمیتونم بگم فقط منحصر به ایران هستش، باهاش مواجه هستیم و مخصوصا همونجور که اشاره کردم در مناطقی مثل کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان باهاش مواجه هستیم، به طور کلی بهره برداری بی‌رویه از منابع هستش و اینها بدون هیچ در واقع دخالت دادن مردم این مناطق در تصمیم گیری ها و مشارکتشون صورت میگیره. به این معنی که این رو هم باید اشاره بکنم که بسیار اینجا میلیتاریزه هم شده، یعنی ما با میلیتاریزه کردن مدیریت منابع طبیعی هم مواجه هستیم. یعنی اینکه مثلا سپاه که قطب
در واقع بازوی نظامی حکومت هستش. در بسیاری از پروژه های در واقع این پروژه های سدسازی، پتروشیمی، نفت، معادن، بهره برداری از معادن دست داره. و خب مثلا سدسازی یک نماد توسعه هستش در ایران، ولی خب این سدسازی چقدر ما میدونیم دیگه، واقعا شاید نیازی نباشه گفته بشه که چقدر نقش مخربی داره در محیط زیست اون منطقه. سدسازی های بیرویه‌ای که در سالهای اخیر در بعد از جمهوری اسلامی صورت گرفته. و خب این سدسازی ها صورت میگیره، اصلا هیچ نظر مردم اون منطقه، مردم محلی پرسیده نمیشه، مشارکت داده نمیشن در تصمیم گیری ها. ما با خوش شدن طالاب حورالعظیم مواجه هستیم، برای از طرفی مثلا در معادنی که در سیستان و بلوچستان وجود داره، این معدن طلای بزرگی وجود داره در سیستان و بلوچستان که ما شاهد ناآرامی‌هایی در اونجا بودیم، به خاطر اینکه مردم اونجا میگفتن که این معدن رو شما میایین میزنیم بهره برداری میکنیم، ولی خب هیچ سودی از این اینجا به مردم سیستان و بلوچستان نمیرسه. یعنی واقعا شما بین این ناآرامی ها و این جنبش های اجتماعی که هستش ارتباط مستقیم میبینید با بحران های محیط زیستی؟ یعنی همه اینا با هم مرتبطه؟ کاملا با هم مرتبط هست. چیزی که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که اینجا سیاست های حکومت مرکزیه که بسیار بی‌پرواست در برخی از مناطق ایران، به این معنی که اصلا میاد از منابع این مناطق استفاده میکنه، بهره برداری و بیرویه میکنه و نتیجه و سود این بهره برداری، زدن پالایشگاه نفت و پتروشیمی یا اینکه معدن یا اینکه اون سد، به مردم اون منطقه نمیرسه. تنها چیزی که نصیبشون میشه فقر بیشتر، به حاشیه رونده شدن بیشتر، کوش داده شدن اجباری از منطقه‌ای که دارن در زندگی میکنن و مسائلی از این دسته. میتونه نوعی بحران در واقع اینجا ما با یک توسعه ناتوسعه مواجهیم. بله توسعه داریم، تعریف توسعه مشخصه، ولی آیا این توسعه است برای این مناطق؟ و در واقع یک جور سیاست ورزی حکومته برای اینکه بیشتر به ناتوسعه منجر شده تا توسعه در این مناطق. در واقع همون عدالت اجتماعی که هم خانم ابراهیم بهش اشاره کردن، هم خانم آبرین بهش اشاره کردن، البته خانم عدالت محیط زیستی، خانم آبرین گفتن در جامعه که عدالت اجتماعی ندارن اصلا عدالت محیط زیستی فراهم نمیشه. خانم سپاسگزارم خانم هوشنگ. خانم ابراهیمی، برای آخرین پرسش در شما، این عدالت زیست محیطی رو چگونه میشه در جامعه مهیا کرد با توجه به همه این چیزایی که الان مهمانان گرامی برنامه بهش اشاره کرد، در جامعه که میلیتاریزه، در جامعه‌ای که ناکارآمدی دولت روبرو هستیم، اینو چجوری میتونیم در جامعه فراهم کنیم؟ واقعا شاید تنها راه حل ممکن برای اجرای عدالت محیط زیستی در حال حاضر با توجه به شرایطی که توی ایران هستش، فروپاشی نظام جمهوری اسلامیه. چون تا این نظام وجود داره به هیچ وجه نباید امیدوار بود همچین چیزی اتفاق بیفته و در نهایت جایگزینی از بین رفتن رابطه استعمارگرانی بین مرکز و حاشیه. ابراهیمی ببخشید، هرچند وقتی بنا رو به اتمامه، اگر نظام جمهوری اسلامی هم فرو بریزه و نظام سلطه‌گرانه دیگه با همون ذهنیتی که هم خانم هوشنگ و هم خانم آورین اشاره کردن در اول برنامه، یک نظام سرمایه مرد محور دوباره چیز بشه، بازم بحران محیط زیست که حل نمیشه. صد درصد. وقتی این نگاه مستعمرانه هنوز از بین نرفته، این رابطه استعمارگری چه حالا از طرف مرکز به حاشیه و چه از طرف سیستم مردسالار به بقیه جامعه و گروه‌های فروده است، حالا از طبقه کارگری، جامعه زنان، جامعه LGBTQ ها، جامعه کارمندان و همه اینها، در واقع باید
همه در یک سطح قرار بگیرن و مشارکت مستقیم مردم توی حکومتداری، توی سیستم سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشه و همچنین تقسیم قدرت در بین در واقع همه بخش‌های مختلف یک کشور ناهمگونی مثل ایران، در واقع مشارکت دادن تمام ملت‌های مختلف داخل ایران در یک در واقع خودمدیریتی در آینده برای مناطق خودشون. برای سپاسگزارم همراهان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. وقتی برنامه رو به اتمام، من ضمن تشکر از مهمانان برنامه که دعوت من پذیرفتن، بار دیگر مهمانان برنامه رو معرفی میکنم. خانم ها ندا هوشنگ، اکوفمینیست و اگرو اکولوژیست، دکتر نشمین ابراهیمی، محقق حوزه کشاورزی پایدار و فمینیست، بهار آورین، عضو آکادمیای ژنولوژی. تشکر از شما که تا این وقت برنامه ما را همراهی کردید. برنامه ما در مورد اکوفمینیست و مسئله ارتباط زن و طبیعت باز هم ادامه خواهد داشت. سپاسگزار از شما. تا دیدار دیگر، شاد و پاینده باشید.